بدون مقدمه عرضم رو شروع میکنم. کتاب پیدایش، کتاب اول تورات. یهودی ها 39 تا کتاب دارن که مجموعش رو بهش میگن تنخ، تورات، نبوئیم، خطبیم. سه تا حروف الفش و حروف ابتداش گذاشتن، کلمه اختصاری درست کردم میگن تنخ. 5 تا اول میشه تورات، 17 تا کتاب نبوت ها و 17 تا هم کتاب های دیگه شونه که به عنوان کتاب ها فقط آوردن، کتبیم. زبان عربی و عبری خیلی به هم شبیه، ریشه شون یکیه. به مجموعه اینها عهد عتیق هم گفته میشه، که باز این عهد عتیق با کتاب مسیحی ها با هم دیگه جمع بخوره، با عهد جدید میشه کتاب مسیحی ها. یعنی مسیحی ها تمام کتاب های یهودی ها رو قبول دارن، اما یهودی ها طبعا نه. توی همون اولین کتاب تورات، باب پیدایش، کتاب پیدایش باب 15-16 اول شروع میکنه بحث کردن، یه وعده به حضرت ابراهیم داده میشه، اینکه تفکر تو کره زمین رو خواهد گرفت و فرزندان تو، به واسطه فرزندان تو جمعی امتهای زمین برکت خواهند گرفت. وعده است. در اونجا یه آیه داره که محل تمام دعواهای جهان همین یه آیه است، اگه راستش رو بخوای همه این جنگ و سر همین. این که از کدوم بچه؟ تورات میگه از اون پسرت که بردیش به قربانگاه. تمام امتهای زمین به واسطه ذریه که از این بهت میدیم برکت خواهند یافت. برکت خواهند یافت یعنی هدایت میشه. کفر رو میذارن کنار، شرک رو میذارن کنار. این دعوا. یهودیان میگن اون فرزندی که به قربانگاه برده شده اسحاقه. ما میگیم اسماعیل. اصلا دلیل این که پیامبر گرامی اسلام رو به پیامبری قبول نکردن یهودیان فقط برای اینکه بچه اسماعیل بود. وگرنه کاملا قبول داشتن که از مکه پیامبری به دنیا خواهد آمد، در مدینه تشکیل کن. همین آیاتش توی عهد عتیق هست، همین الان هست. منتها ایرادشون چی بود؟ چرا درست از نسل ابراهیمه، اینم درست، چرا از نسل اسحاق نیست؟ در واقع این بحثی که قرآن میفرماد یا حرفون الکلمه عن مواضعه، اینا برداشتن تحریف کرده بودن. یعنی قربانی هم اسماعیل بود، منتها اینو برداشتن شدن اسحاق، چون تأکید شده بود اون نزد اون از بچه های همین قربانی. این هم به شما بگم، این بخشی که براشن خط زدن اسماعیل کردن اسحاق، 10 جای دیگه تورات ریخته به هم. یعنی ما همین الان مناظره که باشون میکنیم میگیم خب این طرف تورات رو شما چه میگیم؟ و حقیقتا هم پاسخ منطقی و معقول و استدلالی درست رو ندارم. اصلا سنت قربان کردن الان هست، ما داریم میدونیم کی بوده، چجوری بوده، فلان. اصلا نمیدونن اسحاق کجا قربانی شد، هیچیش نیست، اون فقط یه اسم عوض شد. یکی از ایراداتی که حضرت مسیح وارد بود که یهودی ها نپذیرفتنش، میدونی چی بود؟ که ایشون اومد گفتش که به اون دروغ گفتن خاخاما، قربانی اسماعیل. همین، نپذیرفتن حضرت مسیح و اینو منتظر او بودن. اصلا حضرت مسیح یهودیه، پیامبر بنی اسرائیله. دعوای دنیا سر همینه. قرآن هم آیاشو داریم. قرآن میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسودی میکنن یه عده‌ای که چرا خدا از فضلش به یه کسی بیشتر داده. فقط آتینا آل ابراهیم، که ما به آل ابراهیم، به فرزندان ابراهیم الکتاب پیغمبری دادیم، ول حکمت، حکمت دادیم، و آتینا هم دعوا سریعی، و آتینا هم ملکن عظیم. اون ملک عظیم وعده داده شدن مال بچه ابراهیم. الان دعوای کره زمین بس دعوای و فرزندان حضرت ابراهیم. اون طرفی اسحاقی ها به علمداری صهیونیست ها این کارو میکنن، این طرف هم مایی. دلیل اصلی جنگ و دشمنی با جمهوری اسلامی را اینه، نه به پیر به پیغمبر نفتشه، نه نماز خوندن ماست، نه روزه گرفتن، هیچ کدوم نیست. ما بکشیم خودمون از این سعودی ها بیشتر نماز بزنه جز اینه. اگه مثلا قبل انقلاب مثلا مردم ها نماز نمیخوندن، مشو سر همینه.
این یه تیکه رو حذف کن کاری ندارم. دنیا یک شما کسی جرأت داره علیه صهیونیست‌ها تو دنیا حرف بزنه؟ شما بیا بگو پیغمبری نبود، خدای نبود، واسه پیغمبر کاریکاتور میکشون. هیچ کاری نداره. آزادی محض، حق اظهار نظر داری. بیا بگو من شک دارم هولوکاست بوده یا نه. پدرتو در میاره. اوباما رئیس جمهور آمریکا سارکوزی بابا رئیس جمهور فرانسه، دو تا کشور اتمی عضو شورای امنیت نشستن کنار هم دارن صحبت میکنن، میکروفونشون روشن مونده. اوباما برگشته به سارکوزی میگه من قرار از این مرتی که خالی بند نتانیاهو بدم میاد. اونم میگه منم همینطور. خبرنگاری میشنون تمام گوشی ها، لپتاپ ها، ریکوردر ها، هر چیزی که میشده صدا ضبط کرد همه رو جمع آوری کردن، هیچ صوتی از اون جلسه نیومد. منتها 3-4 تا خبرنگار اومدن توییت زدن. چرا واقعا؟ این قب 15 میلیون هم بیشتر نیستن دیگه. اقتصاد رو دست گرفتن، رسانه رو هم دست گرفتن. قرآن هم اینو فرموده، سوره صافات آیه 113 من رو براتون بخونم. و بارکنا علی ابن ابراهیم علیه السلام و علی اسحاق. میگه البته قبلش حضرت اسماعیل رو میگه که قربانی او بود، بعد میگه یه پسر دیگه هم بهش دادیم اسم اسحاق. پس میفهم پسر اولی قربانی بوده. تو تورات هم همینه، میگه اخی دوک، تک پسر خودتو برای قربانی ببر. پس معلوم میشه اولین پسره بوده، یعنی پسر دوم رو به دنیا نیامده بوده. اگه اسحاق بود استاد اسماعیل، خود تورات میگه 13 سال بزرگتره، بعد میگفت دومین پسرتو ببر. میگم یه برا خرابکاری کردن درجا دیگه ریخته به هم. میگه ما بارکنا علی و علی اسحاق. میگه ما اسحاق هم برکت دادیم، اونم پیغمبره. و من ذریته ما، و از ذریه اون دوتا، یعنی شاخه اسماعیل رو نمیگه، تاکید میکنم دوتا، یعنی هم بچه ابراهیم میشه هم بچه اسحاق دیگه. وقتی بچه بابات باشید نوه با بزرگت هم هستی دیگه، چیز واضحی. محسنون، میگه یه عده هستن محسنن، آدم خوبی هن. بله، مثل کی؟ مثل حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت دانیال، این همه پیغمبر. و ظالمون لنفسه مبین، یه پدر سوخته هایی هم البته میزنن از این نسل بیرون، که تأکید بر اینه که اینا ظالم مبین هن. ببین قرآن نمیفهم از ظالم، مبین یعنی آشکار میشه ظلم اینا، همه میفهمن. این دعوا هست تو پیشگویی ها اینا که دارم عرض میکنم، موضوع صحبتم نیست، خواهم فقط سری بگیرم. تو پیشگویی اینا گفته بودن اون کسرت زمان اتفاق میفته که یک مرد و زن خاص در تاریخ به هم میرسه و ازدواج میکنه. همین نماد مثلث ستاره شیش بر اسرائیل هم همینه دیگه. مثلث رو به بالا نماد مرده و مثلث رو به پایین نماد زنه. میگه دوتا به هم میرسن و کسرت هستی رو میگیره. نشون دیگه که اینها دارن علامت دستیست با دو تا شست، نه کف و لباسا، یه دست دو تا شست داره، بهش میگن همسا. سرچ بفرمایید تو گوگل میاد همسا، H-A-M-S-A، ساده همسا. تمام خونه هاشون هست، نشان برکت، نشان سالم موندن از چشم زخم و چو چو اینا. همسا معادل همون خمسه عربیه. میگه این کسرتی که در دست ظاهر میشه پنجی که چهاردهه. یعنی چی؟ میگه از پنجتایی که اتوش چهارده تا میاد بیرون. یه دستتون نگاه بکنید، یه دست چهارده تا بند داره، درسته؟ این یکی دوتا داره دیگه. خیلی سریع بحث کردن، الان نماد مقدس شده. اسم دیگه این دست دهند فاطمه. یه کتاب هم دارم اسم زهر. میگن این کسرت از طریق زهر منتشر میشه. و زهر رو کتاب عرفانی پیشگوی این ماست، خیلی هم براشون مقدسه، کتاب کابالیستایی هم بوده. خب اینا بعد از شده نسل حضرت ابراهیم میشه. از شاخه اسحاق کنه همچه اتفاق نیفتید، اما از شاخه اسماعیل اتفاق افتاد. زن و مردی به هم رسیدن و اون ازدواج مقدس شکل گرفت. میگه شخینا، سکینه، معادل عربیش. میرسه به برکت مقدس و این کسرت چیف میگیره. کمتر کسی، من یه سخنرانی دارم همین چند شب پیش انجام دادم، موضوع هم این نبود والا، اما دو شب اولش یک ساعت و ربع هر شب، یک ساعت و ربع تا یک ساعت و نیم، موضوع آگاهی یهود از اتفاقات صدر اسلام بود. پیشگویی‌هاشون از کتاب خودشون خوندم، از روایت خودمون گفتم، روایت برادر اهل سنت آوردم.
ما داریم در روایت همون که مثلا امیرالمومنین رو میفرمود که در ترور امیرالمومنین نقش داشتن بگه پیدا کن، میفرمود در ماجرای عاشورا نقش کلیدی داشتن بگه پیدا کن. من جدا بحثش کردم که آیاشون آوردم که اونا داشتن کنار رود فرات و خداوند در سرزمین شمال در کنار رود فرات ذبحی دارد. این از کتاب های 3000 ساله این هست، همین رو وعده داده شده بود و فدیناه و به ذبح نظیم. قرآن خودمونم میفرماد که میگه اسماعیل قربانیش پذیرفته نشد و یه ذبح عظیمی میاد که طبعا ذبح عظیم گوسفنده نیست دیگه، چون مثلا توهین به حضرت اسماعیل بگیره بازش میگه ذبح عظیمه. خب این دعوای دنیا همینه، شکل دولتی حقوقی قانونی شده یه چیزای دیگه، این همین مشکل سر همین سر صحیح نیست، سر نگاه آخر زمانی. توی داینابی یه فرازی داره، نوعی فراز جالبه، میگه که اونو که جلو علی وایستادن یه سری عقده ها تو دلشون مونده بود، احقادن حقدای تو دلشون مونده بود، بدریتن و خیبریتن و خونینیه. میگه این بغضا رو خالی کردن. بعد رو کجا خالی شد؟ یه آقا هم که علی رو پس دادن یه عقده‌ای تو دلشون مونده بود. به صورت ویژه کجا؟ یه یزید وایستاد وقتی چوب میزد به لبای مبارک امام حسین، این شعر رو خون: لیت اشیاخی به بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسد. ای کاش این بزرگان من که تو بدر کشته شدن میبودن ببینن چجوری مدینه ایا رو من زیر نیزه گرفتم. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از فرزندان خندف، نگاه عشیره ایشو داره میگه، نیستم اگه از فرزندان احمد پیغمبر انتقام نگیرم. خونین کجا عوضش در اومد؟ توی اسب تاختن به پیکر مطهر امام حسین. ابا عبدالله تو گودال به شهادت میرسه، سر مبارک تو گودال بنده میشه. حالا کسایی که کربلا رفتن بین مقتل و محل دفن فاصله است. پیکر مطهر بدون سر رسول گودال در آوردن، توی زمین صاف قرار دادن، اسب تاختن. چرا؟ از پاختا کشتش دیگه، از پاختنش یه چیزی باید پیشگویی باید درست در بده. من برای شما میگم، شاید اولین بار باشه بشنوید. کتابی داره یهود به اسم نبوئید هیلد. نبوئید یعنی نبوت، یعنی پیشگویی. ها حرف تعریف، یلد یعنی ولد، نبوت الولد، پیشگویی کودک. این کتاب 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر گرامی اسلام نوشته شده. خودشون هم میگن کتاب 70 سال قبل از دنیا آمدن پیامبر. توی اون کتاب یه فرازی داره تو حرف قاف، میگه قاف واسیه سری از پشت سر مریده خواهد شد در کنار رود بزرگ رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون آوردن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن، استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. این پیشگویی باید محقق بشه. کی آمدن اسب تاختن؟ حنینی ها و حنینیه. بعد میدونید دیگه، اون یه مستندی از بنده ساختن، من کارشناسش هم، پخش خواهد شده تلویزیون اگر سانسور نکنن، چون دیگه نمیشه سانسورش کرد، چون مثلا 70 درصدش من دارم حرف میزنم، چون خیلی از این مستند رو ما میسازم میرسه دو سیما تیکای رایف بورش در خدمت شما عرض بکنم که توی اونجا کامل با این راجع این بحث کردیم که همون نعل اسبهایی که خونی هم شده بود 40 تا بود دیگه، 4 تا پا داشتن هر کدوم از اسبا، 10 تا اسب، اینا به قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شد و تبدیل شد به نمادی از این که به در خونه‌هاشون می‌زدن که ما از اون نسلیم. در دوره گاونی از بغداد اینها کوچ کردن، رفتن به شبه جزیره ایبری و پرتغال و اسپانیا، این نماد رو با خودشون بردن و تبدیلش کردن به نشان خوششانسی و برکت. نعل اسب که میگن ریشه تاریخش اینه. حتی 1940 اشتباه نکنم یک مقاله در یک از ژورنال های آمریکایی نوشته میشه تلسم نعل اسب و خون، راجع به همین مسئله مال ما نی. 1940 این نگاه اوناست، اصلا ما کار نمی درسته یا غلطه. یعنی شما وقتی یه بحثی رو روی انقلاب میکنی باید ببینیم قبلش چیه بعدش چیه، و اینا خود انقلاب به ماه و انقلاب برای کسی که چی الان خب شاه انداخته بیرون دیگه بشین سر جاتون دیگه.
چون اصلاً اساساً هدف شاه بیرون انداختن نبوده که. شما وارد یه نبردی شدی در جریان باش. نبردی 40 سال پیش شروع کردی و تمام قدم اومدن حذفت کن. یک تونه کشور رو کره زمین لطفاً به من نشون بدید که این بلاهایی که سر ما آوردن سر شما آورده باشه. دو سال اول که تجزیه طلبی، کردستان میخواد جدا شه، آذربایجان میخواد جدا شه، خوزستان میخواد جدا شه، ترکمن صحرا میخواد جدا شه، سیستان بلوچستان میخواد جدا شه. این دو سال اولش اسمش چیه؟ سوریه. داستان سوریه الان همینه. پوستش گرم شده، پدرش در مورد 50 سال افتاد عقب. بعد که تمام کردی 8 سال جنگ با کل دنیا. آمریکا و شوروی با هم دارن میجنگن، در این شک همدیگر تهدید اتمی دارن میکنن. شکیه نه. بلوک شرق و بلوک غرب بریم. با هم ضدن. دارن یارکشی میکنن تو کشورها. این میگه نصف آلمان مال من، میگه نصف آلمان مال من، شرقی غربی. اون میگه کره شمالیش مال من، میگه جنوبیش مال من، شمالی جنوبی. ها؟ شوروی موشکای اتمیش میره تو کوبا مستقر میکنه یه وجبی آمریکا. حالا تو میگیرم. اون پروژه جنگ ستارگان را میندازه و قصه ها. اما سر یه چیزی با هم اشتراک نظر دارن. چی؟ کمک به عراق، زدن ایران. این شانس رو نگاه کن. سر این با هم مشترکه. این T-72 میده که RPG ما بشه سر نمیکرد تانکه. اون آواکساش در اختیارش میذاره. اطلاعات عملیات ما رو در اختیار عراق دوم میذارن. در سال. یعنی جنگ جهانی سوم بود. این کنت الکساندر دومانش وزیر اطلاعات فرانسه میگه دیگه. میگه این جنگ جهانی سوم بود. کل دنیا ریختیم سر اینو. ما کمترین آمارمون میگه ما از 18 تا کشور دنیا اسیر داشتیم فقط. اسیر از یوگسلاوی داریم. ما رو چشاش زاغ بود میگفتیم تو اینجا چیکار میکنی داداش؟ مصری‌ها 18,000 نفر نیروی نظامی در اختیار صدام قرار دادن. قوات العروبه. الان دیدی برای عربستان خلبان پاکستانی میره توی یمن بمباری میکنه برمیاد. خلبان فرانسوی پشت میراج میشه اسم میاد بمباران که برمیاد. اسم عراق بود. رسم همین که شد. 8 سال یک وجب خاک ندید. طبیعی نیست. قبول کنید دیگه. طبیعی نیست. بعدش چی؟ آقای نیستر مسئول داره این آدم های خوبی هست. اینا رو جمع کنید یا همه بفرستیم ابا. انفجار هفته تیر. آقای نیستر آدم ها دارن انقلابش رو خوب میفهمن. ایدئولوگاشون هم. اینا رو بزن. مفتح. بهشتی. متحری. این رئیس جمهور و نخست وزیرشون از تو شبکه نفوذ به قدرت نرسیدن. اینا خطرناکن، نباید باشن. رجایی باهونه فاتن. شورای عالی امنیت ملی کشمیری جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس. و چی شده میجنگه؟ فرمانده کل قوا و رئیس جمهور هم جاسوس با نام اسم مستعار استی لوردمان برای آمریکا جاسوسی میکنه. تو اسناد لانه هست. چجوری بایی 40 سال بایستدیم آقا؟ بعد تمام این سال هم تحریم. و هر روز یک سوژه. برای همین همیشه ما یک جمله مشترک داریم بین مسئولینمون. در مقطع حساس کنونی. 40 سالی مقطع حساس کنونی تمام نمیشه. چون همیشه یک سوژه جدید برای درست میکنن. اما نتیجه. من چشام میبندم باز میکنم. خب 8 سال داشتیم میجنگیدیم با عراق. تهش میرفتیم عراقو میگرفتیم مثل پول برمر یا حاکم نظامی میذاشتیم. ها؟ بعدش هم این آمریکایی‌ها هم جنگا بمب میذاشتن میترکوندن 4000 تا کشته میدادیم فرار. روزه ما تحویل میدادیم به خودشون. نمیتونه بمونه تو کشوری. من چشام میبندم باز میکنم میرم تو عراق داریم قدم میزنیم. همشون میگن خوش اومدید بفرمایید تشریف بیارید فلان. فرمانده نیروی نظامیشون یه ایرانیه. ایرانی که یه روز داشته باشه میجنگیده. طبیعه؟ نه واقعا میخوام یه جلوتر نگام کنم. اینم بعد از عراق اومدن تو سوریه که دست ایران به اسرائیل نرسه. من تو سوریه چی شد؟ الان نگام کنم من تو سوریه همونو نیستم. اینا آخر خواستشون به واسطه پوتین این بود که ما تو اخبار اون هی میگیم مراکز ایران رو زدیم، شما تکذیب حداقل نکنید. چون اینا تو T4 واقعا ایران رو زدن. یه 50-60 هم موشک خوشگل خوردم اونجا که باید میخورد. و مراکز راداری فوق پیشرفته شون هم زدن.
کلی هم حق تلفات داشتن. چه زمانی که ما پاسخو شروع کردیم، نتانیاهو شخصا با پوتین تماس گرفته بود، فکر کرده اون حمله وعده‌داده شده ماست شروع شده، درخواست کرده بگو ما قول میدیم دیگه نمیزنیم مرکز ایران، مگه هم نزدن. اما تو اخبارشون میگن، میگن با گندگی ما نیرید پایین. این واقعیت. بعد های ترامپ میاد میگه ما 7 تریلیون دلار اونجا خرج کردیم، دو دستی دادیم به ایران اومدیم بیرون. طبیعیه. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار با دلار جهانگیری حساب کنیم مخاطب سود میکشه. 7 تریلیون دلار خیلی پوله. عراقش هم همین. یه هفته یه ماه قرار بوده باب المندب رو بگیرن اینا از دست یمنی ها. باب المندب یا نصف تردد کره زمین عزیز من. اونا حوثی ها به حرف ما گوش میدن. گفتن اینو بگیریم، اینو بگیریم، از هسته ایشون تو برجام خیالمون راحت شده که نمیتونم بمب‌بسته‌ای داشته باشن. عربستان رو بنوزیم به جون ایران. برنامه اینها برای 2 سال پیش 3 سال پیش عزیز من صدام جدید بود، نیو صدام. منتها یه مشکل بود، اگر با عربستان جنگ بشه این حوثی ها باب المندب میبندن، باب المندب ببندن نفت دیگه اینور نمیره. شما جسارتا از اروپا بخوای بری سمت چین باب المندب بسته باشه، با کشتی کجا باید بری؟ بعد بیای جنوب قاره آفریقا دور بزنی بری؟ گفتن اینا دستشون در میارید، اینا با ارتشی هم ندارن، 4 تا کلاشینکوف دستشونه، گشنن. فیلماشونو ببینید، یه دشتاشه، یه جفت دمپایی، یه کلاش. ما لم دادیم اینجا، لم دادیم به من یه واقعی کلمه و بفهمی چی کسی دارن خون میدن برای امنیت من و شما. مثلا داستان زدن اون بدبخت و ایران بود. سوریه رو برای چی زدن؟ دموکراسی نداره؟ مثلا عربستان داره، یا مثلا بحرین داره، لابد امارات داره، شاید هم قطر داره، کسی با اونا کار داره. به بحشار اسد گفتم، گفتم بی خیال شو این وسط چی رفته تو جبهه ایران. بیم افردا میشی رهبر نمونه جهان عرب، می کاری داره؟ نمیدونم دیوونه بود، فاز لاتیش گل کرد دیگه، چی بگیم؟ او نه، من بابام اونجوری بوده، زد اسرائیل بوده، منم زد صهیونیست. نمیشه. خوب وایساد، ما هم نداشتیم سقوط کنه، کمکش کرد. بنده عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم. یعنی آمریکا شناس. دو، مسئول بر بنیانگذار مرکز مطالعات اسرائیل، وانا. خاورمیانه بود، ویژه با اسرائیل کار میکرد. وست، آسیا، نورس، آفریقا میشه وانا. مخففش. یعنی هم اسرائیل خوب میشناسن، هم آمریکا. یه دارم به شما میگم، تو دقیق دارم به تو میدم. خب، آخه شما یه رایفی پور میشناسی توی این اینستاگرام و کلیپای 30 ثانیه‌ای و 1 دقیقه‌ای، اونا ملت هر جور حال کنن کات میزنن. مثلا همین تیکر، آقا اون تیکر میگم بشار اسد دیوونه بود و کات میزنن بیرون. چه ربطی داشت به کل بحث؟ هیچی. مثلا شد چی میگم؟ رسانه باید شناخت. یه رایفی پورم اینجا داره برای شما صحبت میکنه. خودتون ببینید چه جوریه. جریانات سیاسی هم که هر طرف اشغال بکنم میزنم، ما اصلاح طلبا رو یه خورده بهشون نقد میکنیم، اونا 4 تا کانالاشون میزنن، اصولگرا رو نقد میکنیم، 4 تا کانالای اونا میزنن. بعد اونجا چون اصلاح طلبا رسانه‌شون قوی تره، چون پررنگ تر میزنن، شما رو هولت میدن به این سمت، به این سمت دیده میشی. دلیلش اینه، میخوام دل منطقش. خب این دعوا باب المندب که از دست حوثی خارج کردیم، یه سوال، چیکار میکنیم؟ حمله میکنیم ببین به واسطه کجا؟ عربستان سعودی. اصلا شرطی که این جغل بچه اومده سر کار همین بوده، وگرنه طبق قانون اساسی عربستان هیچ فرزندان میتونستن، فرزندان عبدالعزیز میتونستن شاه بشن، یعنی برادرها. جمعه بعد از فهد هر کی اومده داداشای فهد بودن، بچه‌ها نوه نمیتونسته بشه ولیعهد. برای اولین بار قبو شکست آمریکا رو بغاش من خفه میکنم، شما نگران نباش، به شرطی که این کارو بکنی. من گفتم چاش، من تو قبلش باب المندب حل کن. عین 2006 2001 افغانستان زدن، 2003 عراق زدن، که 2007 ما رو بزنن. من تو باز ما برگه برنده داشتیم لبنان. برای همین اسرائیل مأمور شد 2006
جنوب لبنان رو بگیره که موشک‌های حزب الله به شمال اسرائیل نرسه، تا جنوب رودخانه لیتانی رو بیاد بگیره که نتونست اونجا زایید بنده خدا. اینفه گفتن اصلا کسی دیگه حمله، چرا ما آمریکا اسرائیل حمله کنیم؟ یه صدام جدید 8 سال دوباره جنگ نمیشه. با 8 سال جنگ اولی انبارای شاه خالی شد، با این جنگ جدیده حالا 8 سال یه ما 6 ماه هر چقدر لازم باشه انبارای چیشون خالی میشه؟ موشکی. دوتا ابزار قدرت داشته دیگه، یک هسته‌ای با برجام گرفتیم، دو مونده چی؟ موشک و موشک و خالی شد سر عرباش. بعد با عربستان وارد جنگ میشدیم. خب زمین که نداریم هیچ، دریا هم که 50 تا ناو و ناوچه ائتلاف اونجان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اونم که هیچی، میمونه کجا؟ هوا، شخ بزن. دو تا شهر رو که کلا نمیتونی بزنی، مدینه و مکه، دست بزنی به اون شهر رو میشه ابرهه، سپاه ابرهه میشی. حالا ریاض، طائف، جده مال تو، شخ بزن. قیمت نفت میره بالا، خیلی خوبه، آمریکا دنبال بالا رفتن قیمت نفته، چرا؟ چون چین باید بخوره زمین. آمریکا الان که داریم با هم صحبت میکنم بزرگترین صادرکننده نفت شد دوباره. سیاست ترامپ اینه، 250 میلیارد دلار رو شیلهای نفتی سرمایه گذاری کردن. نفت لای ماسه که برداشت این نفت باید قیمت نفت بالای 50 دلار بشه به صرفه. چجوری قیمت نفت بیاد بالا؟ همین روش جنگ. چین هم نابود میشه. از این هدف بهتر باید 10 تا نشون میزنیم. بعد یه سوال، خب ما 3 تا شهرم شخم زدیم، چی به ما میرسه؟ سوال دیگه، عربستان چرا رفته 500 میلیارد دلار قرارداد نظامی می‌بسته؟ برای چی؟ عربستان چرا رفته موشک دانگفنگ 3 خریده که تا 2000 کیلومتر بردشه برای زدن یمنی که الان هواپیماش هر جا رو بخوان می‌زنن جای مونده تو یمن نزده باشن؟ چرا؟ یه خود نمید به خودم بیاد فکر کنیم، دو تا چهار تا کنیم از این گند و کثافت های سیاسی که تو مخمون کردن، از این بردگی سیاسی چپ و راست بیاییم بیرون تا بفهمیم، یه خورده وطنمون رو ببینیم، یه خورده انقلاب رو ببینیم. واقعیت ماجراست. اما اراده الهی بر این قرار گرفت که همین پابرهنها 4 سال باب المندب رو نگه دارن و بندر حدیده رو نگه دارن و عمدن یه چند باری ناوهایی رو هم بزنن تو اونجا که بگم بلدیم ناو بزنیم. ما که ناو نظامی که میتونه خودش دفاع کنه رو میزنیم، ناو تجاری نفکش که یعنی هلو بپر تو گلو، این معنی داشت. بعد از 6 سال مذاکره رئیس جمهور محترم ما میاد میگه که نفت نفروشیم، کسی رو نمیذاریم نفت بفروشه. کجا رو میبندیم؟ تنگه ها رو میبندیم. چجوری میبندید؟ یمنی ها رو داریم اونجا، من پاورنه ها هم مستضعفین. اراده الهیه، برید دوراتون رو بزنید، من خدا اراده کردم. و نرید و انمون نعل الذین تضعفوا فی الارض، اراده کردم که مستضعف ها رو بیارم بالا. بجنگ تا بجنگ. روزنامه اسرائیلی تو مرکز مطالعات اسرائیل رو چک میکردیم، نوشته بودن ایران پس از هخامنشیان دوباره به آبهای مدیترانه رسیده است. برای ماجرای سوریه هم بود. آبهای مدیترانه میارزه نه؟ آره میارزه. چرا نیارزه؟ دیوونه است روسیه خودش جلو آمریکا قرار بده؟ تحریم روسیه هم شروع کرده دیگه. برای چی؟ برای آبهای مدیترانه. یه پلاوی یه چیزی داره. اما تو اینکه صبح تا شب میشینی منبع خبرت اون طرف باشه، اصلا یه وارونه میبینی دنیا رو. وارونه میبینی دنیا رو. اصلا دین رو گذاشتم کنار. عقل داریم یا نه؟ این هویت ایران فکر میکنیم یا نه؟ به قدرتی ایران فکر میکنیم یا نه؟
چرا کسی از ما نمیپرسه؟ چرا انقدر رسانه های ما فشلن؟ نه فشل نیستن، آدم دارن تو مونده، قرآن قسم برای من مسجله، به همین مشی فاطمه زهرا قسم برای من مسجله، نفوذ داره اینا تو مونده. 200 سال مستعمرهشون بودیم، یهو ول کردن رفتن. چند تا دیگه مثل بنی صدر دارن، چند تا دیگه مثل کشمیری دارن، چند تا دیگه مثل کل این بدبختا اگه بمب منفجر نمی‌کردن کی می‌خواستیم پیداشون کنیم؟ آه نه واقعا کی می‌خواستیم پیداشون کنیم؟ یارو تا اینجاش ریش می‌ذاشته کشمیری تو چشش، خودکار عوض می‌کرده. میگن با هنر که نبود رجایی می‌ذاشته شلون که پشت سر نماز بخونی. خاوریو نگی اینجا چفیه مینداخ را پیمای رفر اول بود، الان کازینو تراشیده بند خدا. چند تا دیگه دارید که مأمورن تو اقتصاد گن بزنن؟ چند تا دیگه دارید که مسئولن تصمیماتی بگیرن که مردم به اینجاشون برسه؟ چون تنها راه زدن این انقلاب فقط از درونه، اراده الهی برای پیروزی قرار گرفتن. به شما بگم یه سوال ازتون دارم، امام با آمریکاش غلطی نمیتون بکنه درسته؟ نه کاملا قرآنیه. حضرت موسی، فرعون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. سوال بنده، فرعون واقعا غلطی تونست بکنه؟ من چیکار تونست بکنه؟ حضرت موسی خفش کرد، جز این بود؟ همه غلطا رو کی کرد؟ سامری. همه غلطا رو کی کرد؟ قارون. کان من قوم موسی، میگه خودشون بود. امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه چون همه غلطا رو خودمون میکنه. منو خدا محکم وایسیده شک نکنه هیچ غلطی نمیدونه. این قرآنی هم اگه محکم میگه راحت میگه برای اینه. تهش اینه دیگه، یواشکی میخواد هواپیما بیاره یه کارهایی بکنه تو تبس میشه دیگه، چیکار داریم؟ تو چه من درستش میکنم؟ تهش اینه 7 تریلیون دلار خرج میکنه چپ و راست شرق و غرب تو میگیره، یا این نگاه میکنه میبینی ای از افغانستان تا سوریه دست توه. بر ما اینه که داخل بزنه. ما دیگه نمیدونیم از این واضح‌تر به قرآن نمیتونیم بگیم. همینه. یه کتابی در آمریکا 1944 نوشته شده عزیز من، آیین نامه خرابکاری جاسوسان CIA علیه آلمان نازی و سیستم گشتاپو. نوشته تو کی؟ کارگری؟ کارمندی؟ هر جایگاهی که داری، پوزیشنی که داری بهت گفته چی کار کن. مثلا بخش و بخشنامه نویسیشو برای شما میگم، اینقدر خرابکاریاش خفنه که اصلا میترسم من بگم مدلاشو، هنوز جواب میده. میگه که شما میتونی بخشنامه بنویسی، مدیری کار ازت برمی باش. تصمیماتی را که یک نفر به سادگی یک فرد میتواند بگیرد بسپرید به جمع. فاتحش خونده است. من میچرخم توی مملکتون، نه اینقدر از این مدل تصمیم رو میبینم. 1944 اونا برای آلمان میتونستن، ما که تخم دو زرده میذاریم دیگه، برای ما نمیتونن. ما خونه اون رنگین تره، چشم اون مشکی تره، ما خیلی خفنیم، برای ما نمیتونن. یه واقعیت. مثال براتون بزنم، میلیاردها دلار پول رفتم خرج کردیم سد ساختیم، درسته یا نه؟ پولی که تبدیل شد به چی؟ سیمان. میتونیم الان احیاش کنیم؟ سیمان رو دوباره پول تبدیل کنیم؟ الان میگن اشتباه کردن قد سد ساختید، اینا تشتک های بخار است. میگن در چون رو میگن خوش کردید، نمیدونم چیکار کردی، چیکارش کنی، چیزی برگردی، نمیدونم. تصمیمات این شکلی، شوروی رو چه تصمیم سازی می‌کردن برایش؟ شوروی رو انداختن توی رقابت تسلیحاتی. میگفتن بمب اتم بساز. این احمقان با خودشون نمیگفتن که 100 تا بمب اتم بس دیگه، می‌خوام چیکار کنم؟ رسون رو در عدد به 1000. بعد اون بمب اتم رو چیکار می‌تونی بکنی؟ هیچ کاری. نمی‌تونی بفروشیش. داستانی میشه اگه رو بفروشی یه سانتریفیوژ. ما از پاکستان یواشکی خریدیم، از این عبدالقادر خان آوردیم بازش کردیم، همون پاکستان، همون پاکستان میشه آلوده بود دیگه. پی تو، این پی میدونی یعنی چی؟ پی وان پی تو یعنی پاکستان. اول سانتریفیوژ پی یعنی پاکستان. ما اومدیم آی آرش کردیم یعنی ایران. بدم بمب اتم میتونیم هیچ کاری میتونیم بکنیم، تمام هزینه هاشو برد اون طرفا، ما رو نتونستن تو این زمینه بازیمون بدن. خواستن این کارو کنن، مشاورای فرستادن که مثلا شما تریزی نظامیتون اینجوری باشه. نه مثلا ما هیچ وقت سمت هواپیما نرفتیم، دقت فرمودید؟ ما سمت موشک و پهباد رفتیم، چه ارزونه، سبک، راحت. با همین هم الان منطقه رو پدر دست ماست، پدر داعش رو داره بود.
اینو دقت بفرمایید. ما هیچ وقت سمت خرید ناو نرفتیم. میخواستن این کارو کنن. بعدش هم اذیتمون کنن و ناوهای بزرگ مثلا فلان. برای چی؟ ناو برای اینه که تو یه کشتی هواپیما روش بنشونی بره اونجا هواپیما بپره بده. من که با موشک از همینجا میزنم که. بعد چه نوع هواپیمایی که بلند شد زدنش؟ ناوی که راه بیفته از 2000 کیلومتر اونورتر 10000 کیلومتر دکمه رو میزنه ناو غرق میشه. چرا بخرم؟ چون 8 سال جنگیده بودیم هوش نظامی کار میکرد. انشالله جنگ اقتصادی هم هوش اقتصادی رو کار بندازه. اینا نظامی هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هر جا وارد بشن و پیشرفت میشن شکن. اینا فقط با همین قوانینی که خودمون تو خودمون بدیم، با تصمیم سازیه که میکنن، با اختلافاتی که میندازن بینمون، با مسائل حاشیه‌ای ما رو از رده خارج میکنن. چشم اول زحمت نکشید. به جای خوبش رسید بس دیگه، بعد فتیله کشیده شه پایین. خدمت شما عرض بشم همینه با همین اصلا درمیش ایش کارم تو کن. از تو سپاه امیرالمومنین سپاه امیرالمومنین شکست. این قاعده است از قدیم. مختار از تو سپاه خودش شکست. تو 40 سالگی انقلاب شاهد چی؟ تمام این حجم های و این حجم ها روانیه، چون معیشت مردم درگیر کرد. من وارد بحث معیشتی و اقتصادی نمیشم، براتون میتونم 100 تا مثال بزنم که از هرومن شمس میشه. یه مثال فقط اقتصادی روز 1000 میلیارد تومن نقد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد زیر نظر من رایفی پوره، زیر نظر همون هایی که دوتا امضا رو اسکناس میزنن، دیدی؟ همون ها قبلا اسکناس رو بدون پشتوانه چاپ میکنن، الان که دکمه بدون پشتوانه، یعنی میری بانک اینجوری میکنن 100 میلیون زدن به حساب. خیلی راحت تر میشه. سرتون درد بردیم از خانم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده.